سلام به مردم شریف ایران، سلام به همه دوستان. آقا بذاریم برنامه شروع بشه بعد زنگ بزنید. ای بابا جان، کی؟ یاسر مقداد، این اسمته؟ چی شده؟ سبزی پلو با ماهی میریزی رو من؟ یعنی داری تهدیدم میکنی؟ ببین داداش، توپ تانگ مسلسل دیگر اثر ندارد، از این تهدیدا زیاد شدم من. بابامو گروگان گرفتید؟ آخه نامرده، اون خودش معترضه، شبا میره دم خونه هوشنگی با اسپری شعار مینویسه مرگ بر هوشنگی. الان اعتصاب کرده، 2 سال پول شارژ ساختمون رو نداده. الو ای بابا، این مزدورم داره روی ما گوشی رو قطع میکنه. آقا برگردیم به برنامه. خیلی وقت بود که در مورد سلبریتی ها حرف نزده بودیم. البته این چند وقت خیلی هاشون به مردم پیوستن که به نظرم دیر نیست. هیچ وقت واسه شریف بودن دیر نیست. یادم مانی حقیقی چند ماه پیش توی جشنواره خارجی ازش سوال کردن. اونم گفت که نمیدونم چرا اینقدر سیاسی هستین و چرا اینقدر سوال سیاسی میپرسین و اینا رو نگین و فلان و اینها. I can't tell you how extremely annoying it is to be asked political questions all the time, because every interview I do it's about, so what do the reformers think of you? What do the hardliners think of you? Have you been censored? Have you not been censored? How do you deal with censorship? Fine. How many times do you need to hear this? You know, we're not here sort of presenting our country and telling you, well, come, you know, look how victimized we are. Come and help us and all that. So it's sickening and tiring. It's tiresome. الان کار به جایی رسیده که هر روز داره بیانیه میده، حمایت میکنه، پست میذاره. خبر رسیده که دوست و همکار عزیز من ترانه علی دوستی دستگیر شده. جشنواره فیلم فجر متعلق به ما نیست، متعلق به شماست و به همین دلیل من بسیار مشتاقم بدونم امسال کدوم سینماگر ایرانی فیلمشو به جشنواره شما ارائه میکنه. در 4 گوشه این کشور داریم جسد عزیزانمونو خاک میکنیم، وقت نداریم برات برقصیم. شما صدای این آدم که تا چند ماه پیشم راضی بود و در آوردید، همکارش هم گرفتید که دیگه هیچی. فقط کاش دوستان یکم زودتر به فکر بیفتن، یا او همکارشونو میگیرن از زیر پتو در نیان بیرون. مثلا دوست خوبمون شهاب حسینی که تو الان زیر پتو بوده، تا ترانه رو گرفتن اومد از زیر پتو بیرون رفت دم اوین. داداش برگرد، هوا سرد میچای. شما ببین اوضاع چطوریه که دیگه شهاب حسینی رفته دم اوین داره از ترانه دوستی حمایت میکنه. این مانی حقیقی همچنان تو خونه نشسته داره ویدیو پر میکنه. بابا پاشو برو حداقل دم زندان، بعد منتظر نشین تا برسن به خونواده و دوستان و همکاراتون. یه خوردم از مردم عادی هم حمایت کنین. بابا این مردم همونایی هستن که از شما حمایت کردن تا سلبریتی بشید. اینجایی که هستید رو من ریدم توش. نه، یعنی منظورم ببرد، یعنی اینجایی که هستید مدیون همین مردمین. میخواستم همینو بگم، حداقل میرین دم اوین، یکی تو نمیدونم خودسوزی کنه، یکم اینا بترسن. میرین اونجا با گوشیاتون دایرکت چک میکنین. آخه اینکه نشد کار. در هر صورت هر حرکتی خوبه، برید اونجا وایسید، نمیدونم یه کاری انجام بدین دیگه. ای بابا این تلفن، به خدا من نمیفهمم این خاله های ایران اینقدر زنگخور نداره گوشیشون که من دارم. الو جانم، مادر، ای قند و نباتم، شاخ گل روز، لعاب پاچه گوسفندی. جانم خفشم، چی شده؟ چند نفر ریختن بابا رو بکنن تو گونی ببرن، ولی بابا اونا رو انداخته تو گونی گروگان گرفته. پشمام، آخه چی داری میشه اونجا؟ خب مادر جان الان با هلیکوپتر میریزن توی خونه. آها خونه محاصره شده. ای وای، خب بگو ولش کنه. آها بابا میگه آتش جواب آتش. ای خدا، بینه راست میگه مادر جان، به خدا. خب من چیکار کنم؟ بیام در خونه خودسوزی کنم حواس اینا پرت بشه؟ نه مادر جان، نه. ببین عزیز من، اینو بذار ببرنش زندان، من خودم وثیقه میذارم درش میارم. شما الو مادر. ای بابا چی شده؟ من واقعا نمیدونم. بگذریم. بله میگفتم، در گونی رو باز میکنید، مامور مورد نظر رو لخت میکنید، میندازید. آها چی جان، سوژه چیه؟ آها این سلبریتی ها این چیزا بودن. بله درسته، ببخشید. حالا یه سری از این سلبریتی هم پیداشون شده که انصافا دارن خوب کار میکنن، مثل اشکان خطیبی یا همین ببر کورد فروردینی که چند وقت برگشته، برحال از هشتگ و اینا رد شده، داره واقعا حمایت میکنه. هر کی حمایت کنه ما قبولش داریم. درسته دیر اومدید، ولی اومدید، دمتون گرم. از قدیم گفتن دیر رسیدن بهتر از هرگز لخت نشدنه. آها چی بود؟ نه به خدا این ضرب المثل ایرانی رو من درست بلد نیستم. ولی هنوز از جواد عزتی خبره نیست. این بنده خدا میگم خیلی ترسیده، از زیر پتو اصلا در نمیاد. غذاش هم همونجا میذارن، زیرش هم لگن گذاشتن.
عیب نداره، بالاخره تموم میشه این شب، بالاخره پیداش میشه صبح این آقای عزتی میاد بیرون. از اونورم گلزار عزیز مشغول ذکر گفتن و باشگاه رفتنه. عزیزم شما که کلی خاطرخواه داشتی، به خاطر خواستگارات هم که شده بیا یه حمایتی بکن. باشگاه که نون آب نمیشه. اصلا شما شش تیکه که نه، اصلا چهل تیکه شدی. آخرش که چی؟ این ذلت رو میخوای تا کی با خودت داشته باشی؟ به خدا ای بابا من نمیفهمم آقا چه وضعیه. به خدا باید خطمو عوض کنم. الو جانم، آقای تهدیدزاده چی میگه؟ دنبل میکنی کجام؟ بابا برو به خدا، من اصلا معترض نیستم، من التزام عملی دارم کلا. من خودم هر سال در راهپیمایی 22 بهمن در صف ساندیس دیده میشم. تو گونی؟ داداش من یکم واسه گونی گندم، برام چادر مسافرتی بیارین. آقا ده ببین، خانواده ما اعصاب نداره، به خدا اگه بیام خودتو میکنم تو گونی ها. برو بچه گونی، بیا برو تو گونم، میام گونی تو پاره میکنم. فوش نده گونی مونی. از ترسش قطع کرد. عجب آدمایی پیدا میشن ها. میخواستم بگم که دیگه فوش گونیدار ندم به خدا، ولی مجبورم کردم، عذرخواهی میکنم، برم آقا سر عصر مزده. چی میگفتم؟ بله گونی هم بپوشیم بهتون میاد، اصلا هیچی هم نپوشیم با اینم نبود. چی بود این سلبریتی ها؟ ای بابا. آقا بریم سراغ برنامه های زیبا و مهیج شب یلدا که توی صدا و سیما پخش شد. شما ببین صدا و سیما به کجا رسیده؟ در واقع به جاکشویی رسیده. هیچی ندارن، هیچ کسو ندارن بیارن توی برنامه هاشون، اصلا مهمون ندارن. رفتن رضا رویگری رو آوردن. رضا رویگری که هفته 3 بار شایعه مرگش پخش میشه روی ویلچر برداشتن آوردنش. این بنده خدا اصلا نمیدونه کجاست. مهران رجبی بهش گفته که خوش اومدی به تلویزیون. اون گفته تلویزیون چند اینچ؟ در این حد نمیدونه چی به چیه. بهش گفتن که بیا بریم تلویزیون، این فکر کرده میگن بیا بریم تلویزیون بخریم برات. مهران رجبی هم که همه جا بود دیگه اون شب. دیگه یعنی هر شبکه‌ای که میزدی مهران رجبی بود. ما شب یلدا سعی کردیم تلویزیون نبینیم، این بهش برخورده بود. آخر شب اومد در خونمون یه ذره نمک ریخت ما ببینیمش، رفت. عقده دیده شدن داره این بدبخت. یعنی اون آقا چی میخواین از جون من؟ به خدا چرا اینقدر زنگ میزنین؟ ای بابا. الو بابا تویی؟ کجایی؟ اوین؟ خب پسر دختر خاله شهلام اونجاست؟ جدی میگه؟ داماد علی قصاب هم هست؟ خب خوبه دیگه، خدا رو شکر تنها نیستی. به خدا الان دیگه زندانا پر از آشناست. آها دختر سفارت خانم هم اونجاست؟ مگه بند زنان از مردان جدا نیست؟ آها اون سیبیل داره اشتباهی فرستادنش بند مردان. ای بابا چی شد؟ من راه تو رو ادامه بدم؟ آخه پدر جان شما گروگانگیری کردی، چرا من باید راه تو ادامه بدم؟ من وسط بازم؟ من خودم وسط سوراخ کردم، همه وسط بازا الان از من میترسن. بیام خودسوزی کنم اونجا؟ چرا خب؟ بابا قربونت برم، شما بمون زندان، من خودم با وثیقه درت میارم. آها شدی لیدر جنبش. بابا جان قربونت. الو الو دیگه از زندانم زنگ میزنن قطع میکنن، واقعا من نمیدونم. ببخشید. بله میگفتم یه آدم وسط بازو گیر میارین، وسطشو باز میکنین. آها چی بودون؟ خب آها برنامه شب یلدا و اینها. بله همین رضا رویگری هم بمیره واسه شب عید مجبورن جنازه‌شو بیارن توی تلویزیون، همینجوری میذارنش روی میز، مهران رجبی براش فاتحه میخونه، مردم میخندن شاد میشن. شاد کردن مردم هم بلد نیستید، خاک بر سر. مجسمه عزت الله انتظامی رو بیارین، اون هست، میتونین واسه مراسم‌های بعدی اونو بیارین به عنوان مهمون. به خدا من لب تر کنم اینجا گوش تا گوش سلبریتی میریزه واسه شب عید. میخوام از براد پیت و دیکاپریو دعوت کنم بیان اینجا شب عید. میخوام یه ویژه برنامه براتون بسازم که اصلا واقعا البته تا اون موقع دیگه آزاد شدیم همه، انشالله همین جمع شبکه 3 ای بابا اجازه بدید من واقعا اینو خاموش کنم، چون دیگه خیلی داره روی مخ میره. تموم شد آقا، خاموشش کردم. بله میگفتم بعد سطح برنامه سازی های صدا و سیما در حد دهاتای آنگولاست. ابوالفضل عرب نیا نمون چیه؟ فریبرز پور عرب. ای بابا من دوتا رو واقعا قاطی میکنه، خیلی شبیه همن. اسم این چی بود ناصر؟ یا زن زندگی آزادی. فرامرز غریبیان کیه؟ اون یکی دیگه است. آخه چرا اینقدر اسمشون شبیه هم؟ من نمیدونم این یارو رو میگم. آها ابوالفضل پور عرب، درسته. ایشون رو دعوت کرده بودن به همراه این خواننده دوزاری کشورمون افتخاری که تنها افتخارش اینه که آویزون جنایتکارا و مزدوراست. سالهاست واسه دوزار پول خودش رو بس کرده به اینا. حالا کاری نداریم.
یه مهمون دیگه هم داشتن که این گور به گور شده از چی اون؟ آه گوران، درسته، سامان گوران و اینها. گوران، خب وقتی چند تا گور همه یه جا وایساده باشن بهشون میگن گوران. اینو ببینید تا بفهمین چی شده تو اون شب. خیلی خوشحالم که زیر یه پتو با شما هستم آقای بورالب. پتو؟ بله. این شوخی بود مثلا یه پتو؟ کنار شما هم دیگه آقا. از بچگی. زیر کرسی منظورش. بله. اینم حالا من شوخی با من نکن چون برنمیتام. نه واقعا آقای بورالب. نه نه. این تندازی ها رو جایی بکن. چشم. به خدا فکر میکنم که مردم شادتر باشن. چشم آقا. نه در شب اینجوری. چشم. چشم رو میای و مزده میای. اصلا تقصیر با چشماش تندازی کنه. با این کاری تو داری میکنید مال سوالا شما بوده. بله. بس آقا دوستتون داره. بزرگ شدین. نه یه جور دیگه شما رو دوست داره. قیمتی داره اونم چه؟ خیلی شما رو دوست داره. مجوز نیست که بخواد هر کاری بکنه. فداتون بشه. وقتی ما میگیم آقا کاهش می‌کنیم از مسئولینمون ببخشن این بچه‌ها رو. انشاءالله. اینجوری شبیه مسخره بازی نیست. بله آقای گوران الان وقتی مسخره بازی‌ها نیست. الان مردم عزادارن. نه اینکه مردم نخندن ها. اتفاقا من خودم به همین قصد اینجا. ولی خب شما رفتی جایی که عامل عزای مردمه. اونجا نشستی و سعی می‌کنی مردم رو بخندونی. اگه مردی یه پست بذار حمایت کن از اونا. من خودم البته پابده دست همه زنها و دخترای ایرانو میبوسم. مردا رو خب راستش نمیدونم، یعنی نمیتونم، چون مردا خب دستشون رو خوب نمیشورن دیگه. یه چیز دیگه که خیلی خورد تو ذوقم، در واقع خورد به همه جام، خورد وسط پام، خورد تو معده‌ام، روده‌ام، اینا. این مجری تمساح که با پاچه خاری از تی وی پلاس تا اینجا خودشو کشونده بالا، توی برنامه زنده داره مسخره بازی در میاره و میگه یحیی پلاستیکی. ما اشیا یحیای پلاستیکی. عروسک های یحیی گلمحمدی هست بیرون دیگه. احسن. این حرفش فکر کنم بعدن برامون. نه عروسک آقا عروسک ها نه، این عروسک کوچولوی فوتبالیستا رو من روبرتو کارلوس فقط دیدم. نه با بازیکن ایرانی هم هست، مربیای استقلال، مربیای پرسپولیس هست. نه داداش چیزای دیگه هم پلاستیکیش هست، بیا من خودم بهت میدم. اصلا تو سگ کی باشی که بخوای به یحیی گل محمدی که سمت مردم وایساده بخوای حرفی بزنی؟ آره داداش خیلی چیزا پلاستیکیش هست، آهنیش هست، چوبیش هست، گوشتیش چیز نه، یعنی منظورم هر چی بخوای هست. تعارف نکن تو رو خدا، اگه مردی بیا ایران زن باش. نه این جمله حالا به درد اینجا نمیخواد. درسته، تو رو که اصلا اگه پاچه خاری نمیکردی که توی صدا و سیما که هیچی، تو طویله های اطراف تهران هم راد نمیدادن. حالا من خودم برای چیزای پلاستیکی میارم اطراف صدا و سیما، بساط کنی بفروشی یه پولی چیزی در بیاری. آقا چطوریه؟ به خدا من نمیدونم، من گوشیمو خاموش کردم. آخه لعنتی چجور یکی به من بگه آخه به گوشی خاموش شما چجوری زنگ میزنی؟ الو الو جانم، به خدا گوشیم خاموشه، مگه شما شعور نداری؟ وقتی گوشی یک نفر خاموشه خب نباید بهش زنگ بزنی. بابام چی شده بابا؟ آها از اوین فرار کرده؟ با تیر نزنینش تو رو. نه آقا، آها رفته خودش رو به کلانتری معرفی کرده. از یعنی از اوین فرار کرده رفته توی کلانتری خودش رو معرفی کرده؟ نه خب ببین، نه آقا ببین، این به بازداشتگاه کلانتری محل عادت داره، اون زیاد اهل اوین و اینا نیست، اونجا راحت نیست، احساس غربت میکنه اونجا. با تانک دارید میری دنبالش؟ آقا یکم فرصت بریم من برش میگردونم. قربان تانک رو خاموش کن، چرا صدای مسلسل میاد؟ ای بر ذات کثیفتون لعنت. ناصر موتور رو روشن کن بریم کلانتری. بریم بدو بدو. ورزشکارای با شرف ایران، فقط با شرفا، با بی شرفا و تارمیا و ترابیا کاری نداریم. آقا یادتونی یه بازیکن پرسپولیس خریده بود به اسم لوکادیا، ملت رفته بودن زنشو فالو کرده بودن، کلی هم زنش خوشگل بود، بعد اصلا زنه تعجب کرده بود که این همه فالوور گرفته. این از ایران فرار کرده، خبر به همین کوتاهی بود و تکان دهنده. یعنی قبل از دربی گفت نه ایران خطرناک، من میخوام برم. کاش زنش رو نگه میداشت. به خدا ایران اینقدر هم خطرناک نیست واسه شما زنا، به نظر من جای امنیه، به اون زبون بسته اصلا کاری نداشتن اینا. روش فرار کردنش هم جالبه، مثل بقیه فرار کرده، اینا قشنگ یاد گرفتن دیگه. دو روز بهش مرخصی دادن، گفتن برو اشغال کن تو کشورت. رفته اونجا، بعد اصلا زنگم نزده، پیامم نداده، یعنی اصلا نه زنگ زده نه میسکال انداخته، فقط یک بیانیه داده، گفته من میترسم و نمیام ایران. داداش بچه‌هامون کف خیابونن، اصلا اونقدر نمیترسن که تو داری میترسی.
از چی میترسی؟ اینا دیگه اصلا ترسی ندارن. هر خارجی میاد ایران یه کلای سر ما میذاره و میره. به خدا حیف اون زن شجاع که زن توه. از اینجایی که این برنامه یه جورای پیشگویی هم میکنه، یعنی خب من خودم یه دوره پیشگویی پیش مرحوم مغفور نوستراداموس رفتم دیگه، دو ترم پیشش گذروندم که بعد فوت کرد. همون پارسال من گفتم این خارجی ها رو نیارید ایران، اینا پولو میگیرن میزنن میرن، اینا به چیزن، به پول بگیر در رو هم. اصلا از قدیم گفتم همه یه پسرها بزن در رو هم. یعنی چیز من دارم میگه این خارجی ها بزن در رو هم دیگه، میخواستم اینو بگم. بعد تو اومدی اینجا، به خدا ما از زن خوشگلت استقبال کردیم، این همه فالوش کردیم، لایکش کردیم، استقلالی ها فالوش کردن، بعد شما پولو گرفتی رفتی، بعد میگی من میترسم برگردم. از قد و هیکلت خجالت بکش. یه دختر 17 ساله اینجا خیابونو میبنده، مورد داریم توی دربی گل زده، گریم کرده، کنار مردمش هم وایساده، کلی هم بهش حمله کردن، گفتن پولش هم نمیدم، ولی باز کنار مردمشه. شما پولو گرفتی اصلا گریه که بخوره تو سرت، حداقل بیا بازی تو بکن. بعد رفته اونور بیانیه داده، گفته اومدم از اروپا در جایی که 100 سال از زندگی عقبه. خب بالاخره خدا رو شکر تو هم فهمیدی، اگه عقب نبود که اصلا تو عقب مونده رو ما نمی آوردیم اینجا. بعدم گفته من نمیتونم از تلگرام و واتساپ و چه میدونم اینستاگرام و توییتر استفاده کنم. خب احمق، واسه این چیزا بهت پول دادن دیگه. ببین ما تازه این چیزا رو تحمل میکنیم، پولم بهمون نمیدن، تازه پولم ازمون میگیرن. حرفم اگه بزنیم تور گردشگری زندان ها به راهه. فرار کن آقا، فرار کن، برو همون جاها که اون رفاه و اون مدل زندگی ها هست. هر کی دوست نداره نیاد ایران. پس فکر کردی مثلا چرا بچه هامون به اینجاشون رسید؟ چی؟ نه، یعنی منظورم اینه که به اینجامون رسیده. به هر حال وضعیت رو دیدیم دیگه. حالا درک کنید مردم ایران تو چه وضعیتی دارن زندگی میکنن. دو تا ساچمه این میخوردی به خدا مثل اسب تازی از مرد فرار میکردی. حالا حرف از زنان و احترام ما به مردان و به زنان و اینا شد؟ آها، اصلا نشد؟ یعنی کلا یه چیز دیگه داشتیم میگفتیم؟ خب نمیدونم، حالا حرفش نشد دیگه. توی جام جهانی یه تصویری هست که شما ببینید. این دوست گرامی گوشی رو نگه داشته زنش آرایش کنه. حالا به بعضی اگه بگی زنت میخواد آرایش کنه، میگه غلط کرده، میخواد خودشو بزک دزک کنه بقیه ببینن. مورد داریم به موی زنش که هیچی، به موی زن مردم هم کار داره، تحریک میشن، من نمیدونم چیه، اینا یه دکمه دارن میزنن یهو تحریک میشن. به خدا با این پایه دوربین، با این چه میدونم نور و این ناصر و چه میدونم خانم منشی و البته خب با خانم منشی منم تحریک میشم، یعنی همش تحریک میشم، میخوام بندازمش بیرون، ولی خب چند تا داداش نرخر داره، میترسم این کارو بکنم. به خدا ما مردا همینقدر دلپاکیم، همینقدر زن دوستیم. ببین این داره چی کار میکنه، وسط بازی آینه گرفته که زنش آرایش کنه. حالا کاری ندارم به این چیزا، ولی اگه میخواییم برین استادیوم، خب حداقل توی خونه آرایش کنی. چرا میرین استادیوم آرایش میکنی؟ استادیوم جای این کارا نیست. اون ور دارن میگن اگزوز خاور، این ور دارن میگن شیر سماور، اون وسط تو داری آرایش میکنی. البته خب بازم به ما ربطی نداره، زن خودشه، اصلا دلش میخواد درخت بکاره. چیز نه، منظورم اینه که زن خودشه دیگه، خودشون میدونن و روابط خودشون. آقا بریم سراغ تاج. این تاج که میگم تاج ملکه انگلیس نیستا، همین دوزاری رئیس فدراسیون کثیف غیر فوتبالی ایرانو میگم. قیافه رو ببین شما، بهش بخوره گوشکوب فدراسیون ایران باشه. یعنی هر روز آبگوش بیارن رئیس فدراسیون اینو بزنه روی نخود زمینی ها تا گوشت کوبیده تحویل بگیره. ولی متاسفانه این خودش رئیس فدراسیونه. دوستان رفتن جام جهانی آبروی ایرانو بردن، در واقع ریدن، حالا چه میدونم شاخ بازی هم دارن در میارن واسه ما. سیس یارو رو ببین، انگار رئیس فیفاست، انگار اون داره از پول نفت به ما مفخورا مثلا پول میده، ازمون هم طلبکار هم هست. تازه حق خودش میدونه سوارمون بشه دو تا پیتیکو پیتیکو هم بکنه. بعد نشسته جلوی خیابانی، بنده خدا اصلا ساده دل، این یه قرن همه دارن باهاش شوخی میکنن، جوابم نمیده بنده خدا، خودش هم با خودش شوخی میکنه، فرق آب و خاک رو نمیفهمه. بعد رفتی اونجا پرروازی هم در میاری جلوش، چیزی نمیشد دیگه، رفتارهای چه روش تغییر کرده بود. میگم دیگه به نظر من آرومتر شده بودن. حتما تاش یه نفر دیگه اون اضافه. نه میگم خب سوال نکن، چقدر بعد فرصت بدید. حالا سوال کردی چون تو این برنامه
چون به جوابمون نمیرسیم که چرا فدراسیون علاقه داره به کار. سه بار خودت گفتی من قانع شدم، درسته من فهمیدم. نه من الان من بازم دوباره بگم 10 سال که روش هست نتیجه نگرفتی. بازم بگم یا دوباره دیگه سوال نمیکنی راجع به شما اونجا نشستی داره پررو بازی در میاری. شما باید بیا اینجا بشین. منظورم اینه که بیا روبروی من بشین تا سر تا ته تو قهوه تیره کنم. بعد ازش میپرسن الان ویلموت کجاست؟ میگه تو جیبمه. آقا پرونده ویلموت کجاست؟ آقا ویلموت تو جیب مادم. نه منظورم اینه که آقا به کجا رسیده پرونده؟ پرونده ویلموت آیا ما باید اون مبلغ رو پرداخت کنی؟ بله. پس گذاشتیش قاطی پول دزدیا دیگه. آره یعنی جای پولا رو خوب میدونه. این چه طرزی اصلا نشستنه بابا؟ درست بشین. مگه سر سفره ننه بابات نشستی اینجوری؟ انگار خانه مثلا سه تا استانه. شاروخ خان هم باشی باید بیا اینجا بشینی روی زانو. مردی که آخه جلوی مردم اصلا نمیدونم نشستنم بلد نیستی. تو رو باید ببندن دم توالت، مراقب دسته آفتابه باشی. خود آفتابه هم نه، اون اصلا برات زیاده. همون مراقب دستش باشه کافیه. ناصر چی شده؟ چی میگی؟ چی؟ تاج کجاست؟ خب اینجاست دیگه. چی؟ یعنی گذاشتم تو جیب پشتم. ای بابا این جیبم سوراخ لعنتی لیز خورده، معلوم نیست کجا رفته. همینجاست، پیداش میشه. بعد به خیابانی بیچاره میگه گوش میدی من چی گفتم؟ میلیون دلار. گوش میده آقای خیابانی یا تو گوشی من؟ گوش میدید؟ بله. چی گفتم من؟ نه آقا من میگم داشتم میشنیدم فرمایش. چی گفت؟ الان من چی گفتم؟ شما فهمیدید که پرونده ویلموت 6 میلیون دلار اضافه بریدن. هزینه اضافه داره، باید این هزینه اضافه رو پرداخت بکنیم و غیره. نه و آقا من خدا بیشتر بفرمایید شما رو. نه ما به اون که نباید جواب بدی که، باید به مردم جواب بدی. مگه کلاس تاریخی که میپرسی من چی گفتم؟ میخوای سخنان مثلا گوهربار تو مثلا تستی کن بیایم کنکور بدیم؟ تو رو خدا تعارف نکن. دارن باهات حرف میزنن، درست دارن صحبت میکنن. آخه مردی که ادا اطفار چرا در میاری؟ اصلا تو چه گوزی هستی؟ این ادا اطفارا رو قبلا در میآوردن که مثلا شوهر پیدا کنن. تو دنبال شوهری؟ بیا من خودم میگیرمه. این یارو به خدا خیلی جا کار داره. یعنی هر هفته میشه در موردش حرف زد. من الان اینجا تموم میکنم، مثلا یه ذره بریم یه بحثو عوض کنیم، مغزم میذاره نفس بکشه. عجب وضعیتی گیر کردیم ما. این کیه؟ فتح‌الله‌زاده چی؟ بابا فتح‌الله‌زاده چی شده؟ فیلمشو پخش کنین ببینم. شما ظاهرا دنبال جذب کریستیانو رونالدو بودید که الان داره با النصر عربستان مذاکره میکنه. آیا ناامیدید و یا اینکه بمب جدیدی میخواید بکره کنید؟ رونالدو رو که آقای ساپینتو بهش صحبت کرد، گفت باید تست بده. حالا باید ببینیم چه جوری میشه. تست بده؟ اینجوری گفته یه بار چیز کنه که در تیم بزرگی مثل استقلال داره. اینجا استقلاله. ببین یه بار مسی رو گفتیم کل شد سوژه، ولش کن اینا رو. با چه جماعتی ما طرفیم؟ این دو سال پیش میگفت مسی رو میخوام بیارم، الان میگه رونالدو باید بیا تست بده بهمون. اصلا رونالدو جوابتونو میده؟ اصلا شمارهشو دارید؟ شما اصلا رونالدو رو میشناسین؟ رونالدو همونیه که مادرش هر روز لخت میشه تو حیات میخوابه آفتاب میگیره دیگه. همونه، همونیه که زنش اصلا جلو نداره، کلا از پشتش عکس و اینا میگیره. دنبال بازیکنای معمولی باشین. رونالدو بیاد اینجا مثلا چیکار کنه؟ بدون توییتر، بدون اینستا و تلگرام و واتساپ و اینا خودش رو توی کارون غرق میکنه از دست شما. تازه گیریم پولش هم داشته باشیم، اصلا میخواییم بدیم. اونم که بعید میدونم دیگه، کفگیره به تای دیگه هم نخورده. کفگیر رو همینجوری تو دیگه علیم داریم میچرخونیم. دریغ از یک پر گوشت. اون کفگیر رو باید بگیریم بکنیم توی چی شده؟ آه وقت برنامه تموم شده؟ به همین زودی؟ ای بابا. سلام به تشنه های خبر، به گشنه های حاشیه. یکم سعی میکنیم افکارتون از خبرهای بد دور کنیم، ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. خبرهای خاله زنکی هم نداریم، فقط خبرهای مهم ایران. یعنی قصد خبر پراکنی هم نداریم دیگه. خبر اصلی همچنان بچه ها و مردم ایران هم. اینا رو که میگیم فقط میخوایم ازش بگذریم. خبر مهم همونیه که گفتم. چقدر سرد شده ناصر، بخاری روشنه؟ سرد خار یعنی منظورم واقعا سرما توی جونم داره وون میخوره. بکش بالا حدم. نه دیوونه، شعله بخاری رو میگم. قطع کردن؟ چرا؟ مشترک پرمصرف بودیم. ما که اصلا مصرفی نداریم. من همش تو بغل خانم منشی صحنه خودمو دارم گرم میکنم. عجب وضعیتی گیر افتادیم ما. پس چی میگفتن گاز هست اروپا گاز نداره؟ واقعا جریان چی بود؟ مصاحبه اون یارو رو بذارید. اون یارو که پیش بینی کرده بود که اروپا سرمایه سخت داره و اینها، کشور ما رو تحریم و ظالمانی کرده و
ولی واقعا مردم دنیا دارن چالش براشون پیش میاد تو تامین امنیت انرژیشون، بخصوص کشورهای اروپایی. آقای ثابتی، انشاءالله خدا به هممون عمر بده ببینیم امسال چه زمستان سختی در پیشه برای دنیا، بخصوص کشورهای وارد کننده انرژی، بخصوص اروپایی ها. خودشون دارن به خودشون ظلم میکنن، دولت ها دارن به مردمشون ظلم میکنن. بخصوص اروپا، بخصوص کشورهای وارد کننده انرژی، بخصوص خاک دوستره. آخه این اصلا فکر کنم نمیدونه ایران کجاست. بهش گفتن اصلا ایران تو اروپاست، برو حال کن. به خدا ما روی گاز خوابیدیم توی ایران، یعنی اصلا بگوزیم ایران منفجر میشه، اینقدر گاز زیر زمینه. بعد مردم خودمون الان گاز ندارن، ایران نگران کشورهای اروپایی هن. الان اروپا گاز داره، تازه اضافه هم آورده، بادکنک گاز میکنن میفرستن هوا. اینقدر گاز زیاد دارن که دولت گفته تو رو خدا هر کی میخواد خودکشی کنه شبا گاز رو باز بذاره با گاز خودشو بکشه. الکی تیغ و قرص برنج و اینا نخورید، اسراف نکنید. بعد حالا توی ایران که منبع گازه، هی میگن گاز کم مصرف کنید، گاز نیست. گاز کجاست پس؟ کم کم باید هیزم بیاریم خودمون رو گرم کنیم. هیزم هم گیر نمیاد، چوب کبریت میگیم باد بندازیم. چند وقت دیگه میگن آب هم نیست، با هیزم خودتون رو بشورید. آخه با هیزم مگه میشه؟ به خدا آدم زخم میشه. آب که سالهاست قطعه، 43 سال آب قطعه، برق هم که ندارن، بحران برق هم داریم تازه. بخاری برقی روشن میکنی برق میره، بخاری گازی روشن میکنی گاز میره، بخاری آبی هم بخری باز آب میره. چند وقت دیگه میان پتوهای خونمون رو جمع میکنن، میگن کم مصرف کنید، هر خانواده یه پتو کمه، هر کاپشن دو نفر، یعنی با بابام باید برم تو یه کاپشن، از این ور که راه میریم بابام از پشت منم، پشمای همسایه ها میریزه. خدا به هممون عمر بده ببینیم اصلا چیزی رو شما میتونین تامین کنی یا نه. دیگه خاک که توی ایران زیاد داریم، تو سر سگ بزنی خاک ریخته دیگه. چند وقت دیگه میگن خاک نیست، باید با هیزم. چی؟ نه انصافا به خدا با هیزم نمیشه. این یکی رو، یعنی این هیزم رو باید بکنیم تو تو کوچه. آره بیاین تو کوچه هیزم بکنیم، همجوری بندازیم تو کوچه دیگه. خلاصه این که بحران گاز اروپا رو گرفته، الان اینقدر اونجا اوضاع بحرانی شده توی اروپا که چند وقت پیش یکی لپ یکی دیگر رو گاز گرفته بود، قبض گاز براش اومده بود 2 میلیون یورو جان. آها اون به خاطر آزار و اذیت بوده، درسته. آها فهمیدم چی شده. آخه دیگه گاز و بوس و این چیزام توی ایران قطعه، یعنی جوانای مملکت هم وضع سختی دارن، یه گاز کوچولو کسی نمیده، بوس اصلا بخوره تو سرتون. ما که اینقدر گاز گرون شده، شب به شب ماهیتابه میزنیم زیر پتو، تخم مرغ میندازیم توش نیمرو میکنیم، 3 روز یه تخم مرغ انداختیم هنوز عسلی هم نشده، خیلی طول میکشه فکر کنم، نمیدونم. بابام میگه از زیر پتو صدای جیک جیک میاد بیرون، من نمیدونم، فکر کنم اصلا جوجه شدم به جای نیمرو. حالا کار بحران گاز اروپا به جای رسیده که توی ایران شرکت گاز یزد گازش قطع شده. شما ببین چقدر اروپا وضعش خرابه، شرکت گاز نداره. مثل این که بگی شرکت برق نداره. رئیسش زنگ زده بوده میگفته که اینجا گازه ولی خاک ماست. گفتم بابا بیخیال خیابانی، به خدا ما رو سر کار نذار. گفت جدی میگم، اینجا گازه ولی خاک ماست. همه یاد گرفتن دیگه، من نمیدونم. مثل این که بگی رفتم بستنی خریدم توش پفک بود. البته نمیدونم، این عجیبه، ولی خب تو ایران میشه دیگه، نمیدونم، همه چیز امکان پذیره. شرکت گاز مگه میشه گاز نداشته باشه؟ هیچی هم ندارین به خدا، اینقدر دارین گوزگوز میکنین. اینقدر این بحران گاز اروپا زیاد شده که یه سری بانک‌ها به خاطر نبود گاز توی ایران تعطیل شدن. جدی حس میکنم وسط اروپایی میجورایی، جلوی یه سری چیزا رو گرفتید که اصلا هیچی نمیتونسته بگیره. جلوی گاز، جلوی باد، جلوی بارون، جلوی رعد و برق، جلوی ابر، اصلا هیچی نیست، همه چی قطعه. امسال بارون هم قطعه. تنها نهادی که تو این کشور درست کار میکنه شرکت فاضلابه که اونم خب کار خاصی نمیکنه دیگه، مردم دارن کاراشو میکنن، اونا فقط خب میان بر اساس رنگ و بو و اینا دستبندی میکنن میفرستن توی فاضلاب. اینم چند وقت دیگه کم میشه، مطمئنم مردم کم برن توالت فاضلاب قطع میشه دیگه، کلا فاضلاب ایران به هم میریزه، فاضلاب باید وارد کنیم از خارج. حالا وسط این همه گاز و گوز و اینا، به خدا ببخشید من دارم اینجوری میگم، وسط این بیگازی معده منم هی داره گاز تولید میکنه. نه اینو نمیخواستم بگم. چی میخواستم بگم؟ آها درسته، وسط این اوضاع واقعا عجیب و غریب پیروز میخواد زن بگیره. بچه تو هنوز 6 ماهته، من 6 ماهم بود فرق زن و مرد رو نمیدونستم، تا 6 سالگیم تو جام میششیدم.
ول کنید این بچه، شاید بخواد ادامه تحصیل بده. رفتن دوتا یوز پیدا کردن به اسم توران و پوران که آه چی بود اونا؟ کوران و توفان؟ ها این هم نیست؟ چیه پس؟ آخه چیه این اسم این طول سگو؟ یکی آذر و توران؟ آها خب تا چند وقت پیش به خدا کویر بود، یه دونه یوز تو ایران پیدا نمیشد. هی میگفتن یوز داره از بین میره و چه میدونم منقرض میشه. این پیروز به خدا دنبال خونه مجردی بود، اصلا میگفتن براش پول ندارن، خودش باید بره رو پای خودش وایسه. الان دو تا زن براش پیدا کردن، خدا شانس بده گراز به این سربراهی اینجا وایساده، کسی به فکرش نیست. بعد این پیروز هنوز شاشش کف نکرده، میخوان براش زن بگیرن. این بچه هنوز زوده بره سر خونه زندگی. از قدیم گفتن یوز پلنگا رو بذاریم قبل ازدواج کسافتکاریاشون رو بکنن، که رفتن سر خونه زندگی دلشون کسافتکاری نخواد. به خونه مجردی براش بگیرید، براش اصلا پلنگ بیاره، دستش همچین را بیفته. همینجوری یهو نره سر خونه زندگی بگن بچه مردم هیچی بلد نیست، یهو نگن پیروز خروس. خیلی عجیب نه؟ جدی فکر کن به یوز پلنگه بگن خروس. البته توی ایران هیچی بعید نیست، همه چیز اتفاق میفته. دارن براش یوز کشی میکنن. مگه شما خاله ای؟ به خدا خاله های تهران اینقدر کیس تو دست و بالشون ندارن؟ دوتا دوتا هم میخوان براش جور کنن. من بگم اما پلنگ ماده ها تک پرن، اگه ببینن این با اون یکی دیگه داره میپره اصلا جرش میدن. همین یه یوز ایرانی هم از دست میره. سر همین جفتگیری اگه نسل این بدبخت ها رو به باد ندادن، مثل زایمان قبلی که دوتا بچه رو تلف کردن، احتمالا سر این هم اینقدر دخالت میکنن که یهو یوزا حامله میشن. بعد میبینیم بچه ها شبیه یکی از این مسئولین نگهداری یوزان، احتمالا میخواستن به پیروز یاد بدن، عملی وارد ماجرا شدن. خب برای بچه هم شبیه شده دیگه، از کمر به پایین یوزه، از کمر به بالا دیوز. چیز نه ببخشید، به خدا اصلا نمیدونم چرا اینقدر بد دهن شدم. من از همینجا از یوزای ایرانی درخواست میکنم سمت پیروز نیاییم، چون پیروز دیگه متأهله. نیام توی جنگل ببینم دوره کردیم بچه پاک ما رو. خدا رو شکر هرچی نداریم یوزموز داریم. چند وقت پیش میگفتن اصلا یوز نداریم، از بیوزی داریم میمیریم. الان تو سر سگ بزنی هی یوز در میاد. همینجوری تو گوشه کنار کشور دارن یوز پیدا میکنن. به خدا میتونیم یوز بدیم گاز بخریم. این بحران یوز اروپا چی شد؟ آها بحران یوز نداشتن، چی بود پس؟ رئیس ستاد یوزان ایرانی گفته بود دیگه. آها اون نبود، خب پس چی بود؟ به خدا اصلا دیوونه شدم من. از عقل و شعور اینا بعید نیست، یهو همچین چیزی میگن دیگه. یوز میدن گاز میگیرن. همین چند وقت پیش میگفتن مردم ازدواج کنید، کم مونده بود به خدا بیان بگیرن به زور زنمون بدن. نمیدونم فرهنگ بچه آوری و چه میدونم این چیزا. الان ازمون ناامید شدن، دارن واسه حیوانات زن میگیرن. اونا هم بزرگ میشن میفهمن توی این مملکت چه خبره، میان همتون رو میخورن. یعنی هر حیوانی چند سال اینجا باشه میفهمه حق با کیه. آقا خبر بعدی چیه؟ این مرده گفته دهه 60 ها باید با هم ازدواج کنن. بابا به خدا پیروز 6 ماه بیشتر نیست داره ازدواج میکنه، هنوز این دهه 60 ها موندن. الان گفتن خب زشت پیروز داره زن میگیره، دهه 60 ها هم یه کاری بکنیم برن دیگه. بعد این آقای چیه؟ بانک پول؟ چی؟ پول نیست، پوره؟ آخه این اسمه؟ همین، به هر حال من نمیدونم. خلاصه این گفته نماینده مجلس هم هست، گفته باید یه کاری کنیم دهه 60 ها با هم ازدواج کنن. تو رو خدا برید واسه ما هم از جنگل کیس مناسب پیدا کنید، چون شما سر کارین به خدا وضعمون اینه، ما اصلا هم دیگر رو نمیخوایم. اگه شما نبودین ما الان با هم ازدواج کرده بودیم، همه از هم سه تا شکم حامله بودیم. این لحنی که من میبینم فکر کنم بخوان زوریش کنن ها. مثلا میگم ورود افراد دهه 60 به بانک ها ممنوعه مگر اینکه با دهه 60 ازدواج کرده باشن. مثلا یکی با دهه 70 ازدواج کنه محاربه، یهو میزنن اعدامش میکنن. به خدا همینقدر عبدالخیاریه. بچه این مردم رو به خاطر سطل آشغال گرفتن اعدام کردن، این دیگه چیزی نیست. بعد دهه 60 با دهه 70 رو توی خیابون ببینن همه رو میبرن زندان. کم کم کفتارهای مجلس رأی میگیرن واسه اعدام اونایی که نمیخوان ازدواج کنن. بعد سوریه ازدواج میکنیم که فقط کشته نشیم. بعد شب میان مأمور میذارن بالا تختمون ببینن واقعا زن و شوهر این یا فقط عقد کردیم خلاص شیم. بعد اون مأمور همینطور بالا سرمون وایساده هی میگه محکمتر برو پایین برو بالا. بعد همینجوری دخالت میکنه. آخرم کارت میخواد تموم شه، یهو مثلا از ماجرا بیای بیرون دست میذاره روی کمر تو، همه حالت نگهت میداره که بچه دارم بشه. یعنی هم فرزند آوری به نتیجه میرسه، هم ازدواج دهه 60 ها. کلا ما دهه 60 ها باید زور بالا سرمون باشه، وگرنه نمیفهمیم این چیزا رو. از همتون متنفریم، از دار و ندار و پدر و مادر شما هم متنفریم. دیگه دست خودمون نیست، زندگی ما رو تباه کردید موشای فاضلاب.
هوا این هفته بسیار آلوده بوده، دیدم واقعا اوضاع خرابه، یکم بارون فرستادم یکم برف فرستادم، برف فقط زیاد نفرستادم چون خب هویج گرون شده واسه اونجاش اگه بخواین نه منظورم اینه که واسه دماغش الکی هزینه نکنید. هوای خونه آدمای با شرف شهر غمگین و مهالوده، هوای خونه بی شرفا ترسناک و دی اکسید کربن آلوده. اینو از خودم ساختم الان، دی اکسید کربن آلود. آقا بسه بسه دیگه، همچنان سعی میکنم با همه این مشکلاتی که هست کنارتون باشم، مشکلاتی که جاش نیست بگم و ارزشی هم نداره. راستشون میدونم مشکلات شما بیشتره. هنوز دلم اونجاست، هنوز عزادارم، غصه دارم، نگرانم، هنوز دلم به عشق شما میتپه. نمیدونم واقعا تونستم کمکی بکنم این مدت یا نه، ولی همه تلاشمو دارم میکنم. یه جورایی میخوام روحیه شما رو حفظ کنم، یکم انرژی بدم بهتون، درد و بلاتون بخوره تو سر من. تمام این روزا رو به عشق یه خبر خوش و یه خبر خوب از شما به خدا همه پیجای خبری رو دارم زیر رو میکنم. هنوز دلم کردستانه، هنوز دلم اهوازه، دلم تهران و مشهده. ازتون میخوام، یعنی ازتون در واقع نمیخوام که مراقب خودتون باشین، چون دیگه ما تنها نیستیم، ما یه ملتیم. واسه همین ازتون میخوام که مراقب همدیگه باشید، به همدیگه امید بدید. به پایان آمدین کفتر، بحران گازی اروپا همچنان باقی است.